کارخانه نیشکر هفت تپه در آتش سوخت. شاهزاده پهلوی، رژیم ایران از دنیای آزاد باجگیری می کند. شبه نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه در پی حملات اسرائیل در حال جابجایی هستند. ایران از تشکیل کارگروهی برای مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای خبر داد. بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، نیمی از بدنش فلج و قدرت تکلم را از دست داد. درود همراهان. ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک شایانی می‌کند. توجهتان را به ادامه خبر جلب می‌کنم. کارخانه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان روز یکشنبه آتش گرفت و خبرگزاری رسمی جمهوری از مهار این آتش سوزی توسط ماموران آتش نشانی خبر داد. عدنان قضی، فرماندار شوش، در این باره به ایرنا گفت علت وقوع آتش سوزی جرقه و آتش گرفتن کمپرسور هوای نیروگاه کارخانه بوده است. او ادامه داد این آتش سوزی خسارت جانی نداشته و خسارت مالی آن جزئی بوده که میزان دقیق آن توسط کارشناسان در حال بررسی است. پیشتر تصاویر و ویدیوهای از این آتش سوزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود 5500 کارگر در 15 کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است. سالهای اخیر کارگران این شرکت بارها نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند. شاهزاده پهلوی، پسر آخرین شاه ایران، روز یک شنبه 14 فوریه 2021 گفت رژیم ایران از دنیای آزاد باجگیری می کند و او شکی ندارد که سقوط در پیش است. پهلوی در صفحه توییترش نوشت تنها راه حل معقول برای نگرانی‌های امنیتی آمریکا و منطقه و مشکلات متعددی که ملت ایران از آن رنج می‌برد، حمایت از مبارزه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران است. او در ادامه گفت ایرانیان می‌دانند که رژیم منافع ملی ما را در نظر نمی‌گیرد و تنها به منافع مجرمانه خود می‌اندیشد. پول‌هایی که از توافق اتمی به دست آمد به سپاه پاسداران فرصت داد در بزرگترین شبکه سازمان‌های تروریستی و تبهکار سرمایه گذاری کند. به گفته رضا پهلوی، نیروهای مسلح ایران هر روز شاهد ریزش‌های بیشتری است. شاهزاده در ماه ژانویه به رژیم ایران اعلام کرده بود به مبارزه و متحد کردن ملت برای بازپسگیری کشور و آزادی که رژیم از آنها گرفته ادامه می‌دهد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، هم روز یک شنبه بر موضع خود بر مخالفت با دستیابی ایران به تسهیلات اتمی تاکید کرد و از آغاز به کار رابرت مالی که از سوی دولت بایدن به عنوان فرستاده ویژه در امور ایران تعیین شده استقبال کرد. در سال 2015 و پس از مذاکرات طولانی میان ایران و کشورهای پنجه به اضافه یک، دو طرف در هتل کوبورگ پایتخت اتریش به توافقی دست یافتند که روند دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را به تعویق می‌انداخت و در مقابل برخی تحریم‌ها وضع شده علیه تهران هم معلق شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از این توافق خارج شود، پس از روی کار آمدن آن را بدترین توافق تاریخ خواند و در سال 2018 از برجام خارج شده و دستور از سرگیری همه تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. در سوی مقابل ایران هم تعهدات برجامی خود را در چند مرحله کاهش داد. در همین راستا در روزهای ابتدایی ماه فوریه 2021 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده و در بازرسی‌های 8 فوریه مشخص شد که ایران 3.6 کیلوگرم اورانیوم فلزی در تأسیسات هسته‌ای اصفهان دارد. یک گروه غیر دولتی که تحولات جنگی در سوریه را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید بخشی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه با تغییر پایگاه‌ها و استتار تجهیزات خود تلاش می‌کنند از گزند حملات هوایی اسرائیل در امان بمانند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید که گروه‌های مورد حمایت ایران که در کنار ارتش سوریه می‌جنگند، پایگاه‌های خود را در کرانه‌های غربی رود فرات تغییر دادند. بنابر این گزارش، گروه‌های یاد شده همچنین تسلیحات و مهمات خود را به انبارهای جدیدی منتقل کرده‌اند که گفته می‌شود مراکز غیر نظامی است و
در نزدیکی شهرهای میادین و ابو کمال واقع در شرق استان دیرالزور در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار دارد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ظرف هفته‌های اخیر حملات هوایی مرگباری به این گروه‌ها شده است، از جمله در پنج شنبه 11 فوریه که یک خودروی حامل سلاح و مهمات که از عراق وارد سوریه شده بود توسط یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس در گذرگاه مرزی در حوالی ابو کمال هدف قرار گرفت. این حملات همواره به اسرائیل نسبت داده است که به ندرت مسئولیت آن را پذیرفته است. حدود یک هفته پیش از آن نیز دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده بود اسرائیل مواضع نیروهای حزب الله لبنان و جنبش مقاومت مردمی برای آزادسازی جولان را در منطقه الحواریه در استان غنی‌تر واقع در جنوب غربی سوریه بمباران کرده است. یکی از بزرگترین حملات در ماه ژانویه رخ داد که طی آن انبارهای اسلحه ارتش سوریه، نیروهای ایرانی و شبه نظامیان طرفدار ایران و گروه حزب الله لبنان در شرق دیرالزور سوریه هدف قرار داد. گفته می شود که 57 نفر در آن حمله کشته شدند. نیروهای شبه نظامی متحد بشار اسد عمدتاً از نیروهای سپاه پاسداران، لشکر فاطمیون و حزب الله لبنان تشکیل شدند. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده و گفته می شود بخش اعظم تلفات ایران در سوریه از اعضای این گروه بودند. مقامات اسرائیلی بارها هشدار دادند اجازه نخواهند داد سوریه به یک پایگاه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل شود. ایران میگوید در سوریه حضور مستشاری دارد و این نیروها بنابر درخواست رسمی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه به این کشور اعزام شدند. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید کارگروهی برای مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده است. ابوالحسن فیروزآبادی روز یک شنبه 26 بهمن اظهار داشت با آمدن اینترنت ماهواره‌ای ممکن است کل شبکه ملی اطلاعات به خطر بیفتد. او از برنامه ریزی برای تدوین مقررات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای خبر داد و اعلام کرد برای اینکه حکمرانی فضای مجازی با ورود به این فناوری خدشه‌دار نشود باید تدابیر اتخاذ کرد. جمهوری اسلامی سالهاست که طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب در دستور کار قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی شده است. آقای فیروزآبادی یکی از راه‌های مواجهه با شبکه اینترنت ماهواره‌ای را توسعه شبکه ثابت کشور عنوان کرده و هشدار داده با این عدم توسعه امنیت فضای مجازی کشور را در خطر می‌بینیم. برخی از کارشناسان معتقد هستند اگر پروژه‌های اینترنت ماهواره‌ای مانند پروژه اینترنتی استارلینک شرکت اسپیس ایکس تکمیل شود، دنیای ارتباطات متحول می‌شود و مردم جهان می‌توانند بدون فیلترینگ به اینترنت دسترسی پیدا کنند. مادر بهنام محجوبی با ارسال ویدیویی از وضعیت فرزندش در زندان با ابراز نگرانی می‌گوید بعد از قطع داروهایی که برای درمان بیماری عصبی اختلال پنیک استفاده می شود، حال وی وخیم شده به طوری که بهنام قادر به تکلم نیست و قدرت بینایی وی بسیار کم شده و نیمی از بدنش فلج شده است، اما همچنان دستبند و پابند زندان دارد. به گفته صالح حسینی، همسر بهنام محجوبی، بعد از قطع داروهای بهنام، نیمی از بدنش فلج شده است و همکنون در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران با دستبند و پابند بستری است. صالح حسینی در توییتی که در روز سه شنبه 9 فوریه منتشر کرد نوشته است مقام‌های زندان بدون توجه به هشدارهای پزشک معالج به بهنام محجوبی هر شب 14 تا 17 قرص خواب می‌دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاد. به گفته وی بهنام محجوبی دارای بیماری عصبی اختلال پنیک است. به دلیل عدم مصرف داروهایش توسط مسئولان زندان وی دچار تشنج شده، زمین خورده و نیمی از بدنش نیز فلج شده است. حسینی با ابراز نگرانی از نوع داروهای تجویز شده در بیمارستان روانپزشکی برای همسرش نوشته است نمیدانیم با بهنام چه میکنند. و همبندی‌های بهنام گفتند که او به درخواست خودش به تیمارستان منتقل شده است. صالح حسینی همسر بهنام محجوبی با انتشار توییت و مادر وی با انتشار ویدیویی از وضعیت وخیم این زندانی خبر داده و این پرسش را مطرح کردند. چرا اکنون که به خاطر قطع داروهایش نیمی از بدنش فلج شده به تیمارستان امین‌آباد منتقل کرده اید؟ چرا داروهایش را به او نداده اید؟ ما که هر ماه خودمان داروها را تهیه کردیم.
در حالی که تهیه و ارائه داروهایش وظیفه شمای مسئولان زندان بود. طبق آخرین اخبار رسیده، بهنام محجوبی پس از انتقال به تیمارستان امین‌آباد دچار حمله‌های تشنجی شده و اکنون در آی‌سی‌یو بیمارستان لقمان به کما رفته است. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی، خدا نگهدار.